سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان شبکه تی وی پلاس. مهران احمدی، بازیگر خوب، توانمند و محبوب سینما و تلویزیون ایران، افتخار دادم اومدم یه برنامه ویژه بگیریم برای روز مادر. ما 4 تا در واقع برادر بودیم، چون یه برادرم 3 سال پیش از دست رفت. کلن جو مردونه بود تو خونه ما. پدرمونم معلم بود، ایشون هم از دست رفته، خدا رحمتش کنه. و من الان بزرگ خاندان احمدی ام. مادر من یکی از در واقع زنهاییه که من نمونش کمتر دیدم. خب بچگی ما که توی دوران جنگ گذشته، زنها توی اون دوران واقعا علومه که خیلی سخت کشیدن. اتفاق افتاده دلتون بخواد یه چیزی واسهش بخرید مثلا تو سالهای قبل، یعنی پولشو نداشت؟ آره واقعا بله. من زمانی که دانشجو بودم یا زمانی که هنوز دستم به دهن ها، الانش هم نمیرسه یارانمونو یه وقت قطع نکنن. حالا الان ما با یک حقوق معلمی، افتخار من البته اینه که با حقوق معلمی من بزرگ شدم و سرانجام گرفتم. ما خب فوتبال، همش فوتبال دیگه، یعنی بودیم، من و رضا کاهانی با هم محله بودیم، کوچه ها رو ما پاره پاره کردیم دیگه، بس که در واقع فوتبال و تنها البتیمون هم فوتبال بود راستش، ولی به شکل درست درمونش، یعنی دیگه برف هم می اومد. یادم بابام یه بار دیگه اصلا بابام به مادر گفت کتابا رو می آورد وسط حیاط، گفت ببین یا برو فوتبال یا من اینا رو آتیش میام. می‌خواستم منو بترسونن. بعد از فوتبالم که ما دیگه رفتیم سمت تئاتر، رو من دروازه‌بان بودم، رضا کاهانی هم هافبک بازی می‌کرد. واقعیت اینه که من هیچگاه در زندگی شخصیم البته نکردم، شیطونی کردم. شیطونی هم در حد همین فوتبال. کتاب عشقم بوده همیشه، خیلی هم بچه پاستوریزه نبودم، با خیلی ها گشتم ولی هیچ وقت تن ندادم به خیلی چیزا. تصور کن مرحوم علی حاتمی زنده بودن و می اومدن برای فیلم مادر از مهران احمدی دعوت کردن برای بازی، کدوم یکی از نقش های فیلم مادر رو انتخاب؟ نقش جمشید هاشمپور عزیز و تاثیرگذاری اون نقش و متفاوت بودنش خیلی دوست داشتم. جای جمشید داره قد و یکلم نمیخوره نه؟ دانشگاه هنر معماری سال 73 قبول شدم رشته تئاتر بازیگری. خیلی امیدوار نبودم که بتونم برم در واقع دانشگاه، بدون اینکه هزینه هاش بالا بود. به خوبی هم من قبول شده بودم، من رتبه‌ام 29 شد توی ماشاءالله. وقتی روزنامه رو بردم گفتم قبول شدم، اینا اونا خیلی خوشحال و اینا دیدن من چیزم ریلکس هم به وایس دادم میام. خب چی؟ من گفتم نمیرم به خاطر اینکه چه جوری هزینه ها اینا. مادرم یعنی گردن بند داشت، اونو به من در آورد داد و گفت خب اینو ببر بفروش برای ترم اول بده خدا بزرگ. دوست داشتنی ترین صحنه و سکانس به نظرم سکانسیه که مادر داره وصیت میکنه که وقتی من مردم مثلا. مادر خوبم الهی قربونه تار موهات که سفیده الان دیگه نمیتونم، هر زمان نگاه گرمت واسه من به خدا نور امیده. زنده هستم تا که هستی، تا که چشمم ما نبستی، خاک پاهای تو هستم چون خدا تو را پرستم. واقعا اتفاق عجیبیه که توی کائنات و این دعای خیری که پشت سر بی کلکترین آدم روی زمین مادر، سلامتی برای همه مادرها باشه تا جایی که خداوند در واقع صلاح میدونه که هر آدمی یا هر مادری رو از دنیا ببره با سلامتی بتونن مادرها زندگی بکنن. و آرزوی این رو دارم که هیچ فرزندی نباشه در دنیا که قدر مادر و پدرش رو ندونه. سلام. چرا ما تا 3 روز دیگه اونجاییم.